باری آیین زرتشت در پایان دوره ساسانی بر اثر بدعت‌های دینی و در نتیجه فساد و انحطاط موبدان قوی ضعیف گشته بود. نفوذ آیین عیسی و آیین بودا نیز از دو جانب شرق و غرب آن را در میان گرفته بود و هر روزش ضعیف‌تر می‌کرد. شاید اگر اسلام از راه جزیره العرب نمی رسید، آیین زرتشت در برابر نفوذ این دو دین خود را یکسره باخته بود. اما اسلام با روح تازه و با تیغ آخته از راه در رسید و کارها از لونی دیگر گشت. قدرت و شکوه اسلام ادیان دیگر را خاضع کرد و تومار همه را در نوردید. از دینهایی که در ایران رایج بود، آنها که اهل کتابی بودند یا مسلمانی پذیرفتند و یا جزیه برگردن گرفتند. آنها نیز که اهل کتاب نبودند، کشته یا پراکنده شدند و یا مسلمانی را گردن نهادند. با قدرت و استیلای اسلام، زمیها را که جزیه پذیرفته بودند، البته یارا و حق آن نبود که به نشر و اشاعه دین خیش بپردازند. مدتها هر گونه تخلف از حدود را عربان با شمشیر و تازیانه جزا می‌دادند. آیین زرتشت را مسلمانان به نام مجوس شناختند و پیروان آن را به دستور پیغمبر در شمار اهل کتاب پذیرفتند. از این رو از آنها جزیه قبول می‌کردند و معامله ای را که با کفار و مشرکان روا می داشتند با آنان نمی کردند. با این همه البته اجازه بحث و گفتگو نیز به آنها داده نمی شد و هیچ گونه حق نشر و تبلیغ آیین خیش را نداشتند. در مقابل بانگ اذان که از مناره های مسجد برمی خواست، سرود مغ نمی توانست اوج بگیرد و در برابر آنچه قرآن می گفت، گاسه زرتشت را جای خودنمایی نبود. مدتها کشید تا محیط آزادی پدید آمد و موبدان و ایربدان مجوس فرصت آن را یافتند که در برابر فقها و متکلمان مسلمان بنشینند و سخن بگویند. این آزاداندیشی در دوره خلفای نخستین عباسی خاص در دوره مأمون پدید آمد. با این همه قبل از آن نیز پاره ای عقاید و آراء دینی که مخصوص مجوس بود در بین مسلمانان بیش و کم رواج یافته بود. در حقیقت حتی آن عده از ایرانیان که به طیب خاطر آیین مسلمانی را پذیرفته بودند هرگز نتوانسته بودند ذهن خود را از مواریث و سنن دینی گذشته خیش به کلی خالی سازند. از این رو عجب نیست که بعضی عقاید و آراء دیرین اجدادی را نیز با آیین جدید آشتی داده و به هم آمیخته باشند. فلسفه ثنویت. از جمله به نظر می آید که بحث در باب قدر تا اندازه زیادی از افکار مجوس ناشی شده باشد. این که از قول پیغمبر درباره قدریه گفتند که قدریه مجوس این امت به شمارند نیز حکایت از این دارد که علمای اسلام از آغاز امر متوجه ارتباط عقاید قدریه با مذهب مجوس بودند. اساس عقیده قدریه بر این نکته بود که انسان فاعل کارهای خیش است و نباید کرده‌های خیش را به خواست خدا حواله کند. این نکته در حقیقت یک نوع ثنویت بود که با وحدت و توحید اسلام چندان سازش نداشت و اساس آن تجزیه بین مبدأ خیر و مبدأ شر محسوب می شد. این فکر را در آخر عهد بنی امیه معبد جهنی منتشر کرد و چنان که در کتاب ها نقل کردند وی نیز این را از یک ایرانی نامش سنبویه پذیرفته بود. البته بعدها کسانی که این فکر را قبول کردند کوشیدند تا آن را با قرآن و حدیث نیز سازگار کنند، اما تأثیر و نفوذ آیین مجوس را
در ایجاد این فکر به آسانی انکار نمیتوان کرد. بعضی از محققان معتقدند که مسئله اختصاص امامت برای علی و اولاد او که اساس مذهب شیعه است نیز ناشی از عقاید و افکار عهد ساسانی که فره خدایی و حق سلطنت را تنها از آن ساسانیان می دانستند. شاید بیان این مطلب به این صورت خالی از مبالغتی نباشد، لیکن اینقدر هست که فکر نسل امامت از جانب خدا برای ایرانیانی که به فره خدایی معتقد بودند از فکر اجماع و انتخاب خلیفه قطعا معقول‌تر بودند. با این همه اگر نیز این دعوی درست نباشد و عقاید شیعه و قدریه تا اندازه‌ای از عقاید و آراء مجوس مایه نگرفته باشد، اینقدر هست که در آیین مسلمانی بسیاری از آداب و عقاید وجود داشت که با عقاید کهنه مجوس سازگار بود. درست است که یزدان و اهریمن از تخت جبروت قدیم خیش فرود آمده بودند و ملکوت آسمانها دیگرگون گشته بود، اما باز در ورای این دگرگونی های ظاهری نقش های ثابتی مانده بود که همچنان به چشم مردم معنوس و آشنا می نمود. الله و ابلیس هرچند با هورمزد و اهریمن یکی نبود، اما باز نام آن دو مبدأ خیر و شر را به خاطر می آورد. قصه ابراهیم و داستان آتش نمرود نیز یادآور زرتشت و آتش پاک بود. جهنم و بهشت و قیامت و صراط می توانست عقاید و آراء کهن را که دوزخ و چینوت از آن نمونه‌ای بود بیاورد. نمازهای پنجگانه نیز تنها از آن مسلمانان نبود، در آیین زرتشت نیز توصیه شده بود. در این صورت مردم یعنی عامه خلق که مانند موبدان و هیربدان نگهبانان آتش مغان نبودند، به آسانی می توانستند کیش تازه را که از دیار عرب فراز آمده بود بپذیرند. نفرت و بیزاری از موبدان و کثرت حیرت در کار اهل بدعت نیز آنان را به قبول مسلمانی ترغیب می‌کرد. با این همه آن عده که از قبول آیین جدید روی برمی‌تافتند در ذمه اسلام بودند. آتشکده‌های آنها در امان بود، اما برای نشر دعوت مجالی نداشتند. مسلمانان آنها را در ادای مناسک دین خیش آزاد می‌گذاشتند، اما دیگر به آنها اجازه نمی‌دادند که با نشر عقاید و مذاهب خیش با قرآن و اسلام به جنگ برخیزند. خلفای اموی در این کار بیشتر سختگیری می‌کردند. هر گونه رأی تازه‌ای را که تا اندازه‌ای بوی بدعت می‌داد به شدت محکوم می‌کردند. سبب آن البته پرهیزگاری و پارسایی نبود، زیرا اکثر اموی ها به دین علاقه‌ای نداشتند، لیکن با هر اندیشه تازه و هر فکر آزادی بدان جهت مبارزه می‌کردند که این افکار و اندیشه ها از خاطر موالی می‌تراوید و نزد آنها موالی برای سیادت عرب خطری بزرگ به شمار می‌آمدند. معبد جهنی رأی را که در باب قدر داشت از سنبویه ایرانی گرفته بود و حجاج ابن یوسف ظاهراً به همین سبب او را کشت. درباره قیلیان دمشقی که نیز همین رأی را داشت، هم بنی امیه رفتاری سخت خشونت‌آمیز کردند. جهم ابن صفوان هم که عقیده جبر را آورده بود از مردم ترمذ خراسان بود و بدعت او نیز به سختی کیفر یافت. بدین گونه بنی امیه با همه بیغیدی که در کار دین داشتند، با شدتی و خشونتی تمام از نشر هر گونه فکری که منسوب به موالی بود به سختی جلوگیری می کردند. زنادقه. خلفای نخستین بنی عباس نیز در این کار خشن و سختگیر بودند. در عهد منصور و مهدی بسیاری از موالی و غیر موالی به تهمت زندقه کشته شدند. با این همه شواهد و قرائن بسیاری هست
که نشان می‌دهد از اواخر عهد بنی امیه بقایایی از مجوس و مانویان در نهان به نشر عقاید خیش می‌پرداختند. زنادقه ظاهراً بیش از دیگر فرقه‌ها در این مورد به کوشش برخاستند. شیوه تبلیغ این زنادقه در وهله اول ایجاد شک در مبانی دینی و اخلاقی مسلمانان بود. به همین جهت در محیط فسادآلود و تبهکار حکومت بنی امیه آنها زودتر از دیگر فرقه ها مجال جنبش و کوشش یافتند. زندقه ظاهراً دنباله تعالیم مانی بود، اما اساس آن بر شک و تردید نسبت به همه ادیان قرار داشت. از این رو بود که هر کس در عقاید و مبانی دین شک داشت با زنادقه مربوط و یا دست کم به آنها منسوب بود. در حکومت بنی امیه این گونه عقاید البته بیشتر از مذاهب دیگر امکان رواج و انتشار داشت. عبس نیست که یکی از فاسدترین خلفای اموی ولید ابن یزید با آرا و عقاید زنادقه روی موافق نشان داد و به زندقه تظاهر کرد. در اوایل خلافت عباسی نیز که گرفتاری ها و دلمشغولی های خلفا تا حدی محیط آزادی برای نشر آرا زنادقه فراهم آورده بود، و همین سبب در بصره و بغداد پیروان مانی و سایر آزاداندیشان و بیدینان به نشر مذاهب خیش و ایجاد شک و تردید در عقاید مسلمانان پرداختند. در عهد منصور و مهدی کوشش و فعالیت آنها سخت‌تر و خطرناک‌تر گشت و خلفا را به چاره‌جویی واداشت. در حقیقت زنادقه هم مسلمانی را تهدید می کردند و هم خلافت را به خطر می افکندند. اساس خلافت و حکومت عربی بر دین و قرآن استوار بود و آنها این همه را منکر بودند. از این رو تعالیم آنها را برای خلافت و دیانت هر دو مضر می شمردند. درباره قرآن سخن به نیکی نمی گفتند. آنچرا مفسران محکمات و متشابهات قرآن می گفتند قبول نداشتند. ادعا می کردند که در قرآن سخنان متناقض هست و بعضی از آیات را با بعضی دیگر متناقض می شمردند. بعضی از آنها سخنانی هم از خود می ساختند و آن سخنان را در برابر کتاب خدا می نهادند. آداب و مناسک دینی را نیز به دیده استهزا می دیدند. یزدان ابن بازان در مکه بود، طواف مردم را بر گرد حرم کعبه دید، بخندید و گفت این قوم گاوان را مانند که به پای خیش خرمن را کوبند. زندیق دیگر وقتی با امام جعفر صادق مناظره می کرد پرسید که این روزه و نماز را سود چیست؟ امام گفت اگر قیامتی باشد ادای این فرایض ما را سود دهد و اگر نباشد از به جای آوردن این اعمال زیانی به ما نرسد. این گونه سخنان که زنادقه می گفتند البته گستاخانه و خطرناک بود. عبث نیست که خلفای عباسی خیلی زود متوجه خطر گشتند و با آن به مبارزه برخاستند. از صاحب نظران و آزاداندیشان آن عهد کسانی نیز به اتهام زندقه هلاک شدند، اما قرائن و اسناد حکایت دارد که دعوت و تبلیغ زنادقه از عهد منصور شدت گرفت و قوت تمام داشت. عبدالله ابن مقفع از جمله کسانی که در این دوره به تهمت زندقه گرفتار گشتند و سرانجام کشته شدند ابن مقفع و بشار ابن برد را نام می‌توان برد. عبدالله ابن مقفع از مترجمان و نویسندگان بزرگ زبان عربی به شمار است، اما خود ایرانی بود. بروز بهنام پسر دادویه از مردم شهر جور فارس. در باب زندقه او نیز روایت‌های بسیار در کتاب‌ها هست. گفتند کتابی در برابر قرآن ساخت و از قول مهدی خلیفه آوردند که گفته است کتابی در زندقه ندیدم الا که اصل آن از ابن مقفع بود.
ابو ریحان بیرونی هم آورده است که چون ابن مقفع کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به تازی نقل کرد، باب برزویه را که در اصل کتاب نبود بر آن افزود تا در عقاید مسلمانان شک و تردید پدید آورد و آنان را برای قبول آیین خیش که دین مانی بود آماده سازد. از آنچه درباره سرگذشت ابن مقفع در کتاب‌ها نقل کرده‌اند برمی‌آید که وی به زندقه تمایل داشته است. سفیان ابن معاویه امیر بصره نیز که او را به وضعی سخت فجیع هلاک کرد بر او تهمت زندقه نهاد. اما حقیقت آن است که او بیش از هر چیز قربانی رشک و کینه دشمنان خیش شده است. نوشتند که این سفیان از ابن مقفع آزاری داشت و همواره مترصد بود تا او را فرو گیرد. منصور خلیفه نیز از ابن مقفع کینه‌ای داشت و سفیان را بر ضد وی برمی آغالید. امیر بصره فرصتی یافت و نویسنده زندیق را فرو گرفت. سپس فرمان داد تا تنوری افروختند و اندام وی را یک یک بریدند و در پیش چشم او به آتش ریختند. از سخنانی که در کتابها از ابن مقفع نقل کرده اند برمی آید که وی مانند دیگر زنادقه به ادیان با دیده ی حرمت نمی دیده است. اگر قول ابو ریحان در اینکه وی باب برزویه را از خود بر کتاب کلیله افزوده است درست نباشد، باز قرائنی هست که نشان می‌دهد ابن مقفع درباره ادیان و مذاهب با نظر شک و تردد می‌نگریسته است. از جمله این قرائن رساله است از آثار وی که جهت منصور فرستاده است و رسالت الصحابه نام دارد. در این رساله پس از آن که در باب خراسانیان و نگهداشت آنها توصیه و تأکید بسیار می کند، می گوید که در احکام فقهی تناقض و اختلاف فراوان است و بسا که درباره یک امر دو حکم متناقض صادر می شود. سپس از خلیفه می خواهد که در این باب چاره‌ای بیندیشد و نامه‌ای به قضات خیش بنویسد تا از روی آن داوری کنند و گرفتار اختلاف و اضطراب نشوند. در این رساله آن شک و حیرت که در باب برزویه طبیب هست و از ارکان مهم عقاید زنادقه نیز بوده است هویداست و نشان می‌دهد که نویسنده بیش از آن که در پی چاره‌جویی باشد قصدش عیب‌جویی است. به هر حال ابن مقفع اگر نیز از زنادقه بوده است، مانند آن دسته از زنادقه که بیدینی و آزاداندیشی را نوعی ظرافت و تربیت تلقی می کرده اند نبوده است و از این رو به اندازه بشار ابن برد و ابان ابن عبدالحمید به زندقه تظاهر نمی کرده است، بلکه سعی داشته است از راه ترجمه کتاب ها و نشر رساله های علمی و ادبی مسلمانان را با افکار تازه آشنا کند و آنان را در عقاید و آراء دینی خیش به تردید و شک اندازد. بشار ابن برد. اما بشار زندقه را به مثابه نوعی شیرینکاری و هنرنمایی تلقی می کرد و از تظاهر بدان نیز ابا نداشت. بشار شاعری نابینا از مردم تخارستان بود. در غزل سرایی شهرتش به دانجا کشید که زنان به خانهش می رفتند تا اشعارش را فرا گیرند و خنیاگران جز به سرود او تغنی نمی کردند. پارسایان آن عهد می گفتند که هیچ چیز مانند سرودهای این کور فسق و فجور و گناه و شهوت را رایج نمی کند. این مایه ذوق و هنر را بشار در نشر زندقه نیز به کار می برد و پیداست که شعر او از اسباب عمده شیوع زندقه به شمار می آمده است و اصل ابن عطا که از بزرگان معتزله به شمار است در این باب گفته است که سخنان این کور یکی از بزرگترین و سختترین دامهای شیطان است.
از جمله عقایدی که بشار آشکارا تعلیم و تلقین می نمود، یکی این بود که وی آتش را که مظهر روشنی و معبود مجوس و زنادقه به شمار است، بر خاک که سجدگاه مسلمانان و سرشت مایه فطرت انسان محسوب می شد، رجحان می نهاد. و حتی شیطان را که از آتش آفریده بود، بر آدم که از خاک برآمده بود، برتری می نهاد. و از این گونه سخنان که طعنی و تحقیری در عقاید مسلمانان بود، سبب شد که او را به زندقه متهم دارند و سرانجام مهدی خلیفه به سبب هجری که بشار در حقش گفته بود، وقتی به بصره رفت بفرمود تا او را بگرفتند و چندان تازیانه زدند که از آن هلاک شد. انتشار زندقه. گذشته از بشار و ابن مغفل، چند از دیگر از گویندگان و نویسندگان زبان تازی به زندقه متهم بودند و حتی کتاب‌هایی نیز در تأیید و اثبات آیین مانی و مرغیون و بردیسان تألیف کردند. بعضی از آنها را مهدی کشت، از آن جمله عبدالکریم ابن ابوالعواج بود که آیین مانی داشت و در نشر آن اهتمام می‌ورزید و در اثبات آیین خیش با مخالفان آشکارا مناظره می‌کرد. چنان که بعضی از مناظره‌هایی را که او با ابوالحزیر الاف از معتزله بغداد داشته در کتاب‌ها نقل کردند. وی نیز به دست مهدی خلیفه کشته شد. در حقیقت زندقه بیش از سایر مذاهب ایران قدیم در دوره خلفا رواج یافت، زیرا مذهبی بود که بیشتر آزاداندیشان و کسانی که می‌خواستند تن به زیر بار هیچ دینی ندهند، آن را با ذوق خود سازگار می‌یافتند. بسی نیز تنها برای ظرافت و خوشگذرانی آن را پذیرفتار می‌شدند. گذشته از آن مخصوص موالی نبود و اعراب نیز از قدیم با آن آشنا بودند. اعراب به واسطه مردم حیره با زندقه آشنایی داشتند و عراق نیز خود از قدیم یکی از صحنه‌های ظهور آیین مانی به شمار می‌آمد. بدین گونه در آغاز دوره خلفای بغداد، زندقه در بین بسیاری از روشنرایان و آزاداندیشان عصر رواجی داشت. گذشته از کسانی که به این اتهام کشته شدند، کسانی نیز بودند که به زندقه منسوب بودند اما در اظهار آن مبالغه نمی‌کردند و بدین جهت گرفتار نشدند. از شاعران و گویندگان عربی در این دوره نام بسیاری را میتوان ذکر کرد که به زندقه و مجون منسوب و متهم بودند و اخبار آنها را در کتابهای تاریخ و ادب میتوان خواند. آنچه خلفا را وامی داشت که به آنها در پیچند این نکته بود که زنادقه با اصرار و الهاء تمام میکوشیدند مردم را نسبت به همه ادیان بدگمان و بی‌اعتقاد کنند. جز مانی تمام کسانی که به پیغمبری نامبردار گشتند نزد آنها دروغگو بودند. این نکته را البته خلفای مسلمانان نمی توانستند تحمل کنند، علل خصوص که قرآن مجوس را در شمار اهل کتاب آورده بود، اما درباره مانویان سخنی از این گونه در قرآن نیامده بود. بدین سبب مهدی خلیفه و جانشینان او در رفع زنادقه سخت به کوشش برخاستند، چنان که مهدی کسی را برگماشت تا زندیقان را بجوید و بکوبد و او را صاحب الزنادقه نام گذاشت. نیز پسر خیش را وصیت کرد که چون به خلافت رسد از تعقیب آنها باز نیستد و از پای ننشیند. هادی در تعقیب این طایفه جد بسیار به خرج داد. هارون نیز از تعقیب آنها باز نماند و در سال 171 هجری که اشخاص متواری و فراری را امان داد، این امان را شامل زنادقه‌ای که از بیم او روی در کشیده بودند نکرد. در عهد مأمون نیز یکی از رؤسای آنها نامش یزدانبخت از ری بخواست و بفرمود تا در حضور او علما با وی مناظره کنند. یزدانبخت زنهار خواست تا به آزادی با علما مسلمان مناظره کند، اما در مناظره فرو ماند. مأمون گفت ای یزدان بخت، اسلام بیار که اگر زنهارت نداده بودم اکنون تو را می کشتم. گفت ای امیر المومنین،
سخن تو مقبول است، اما دانم که تو از آن کسان نیستی که مردم را به ترک آیین خویش واداری. با این همه مأمون درباره زنادقه کمتر اغماز داشت. نوشتند که در تعقیب این طایفه شیوه خلفای پیشین را داشت. وقتی به او خبر آوردند که 10 تن از زنادقه پدید آمدند و مردم را به آیین مانی می‌خوانند، بفرمود تا آنان را فرو گیرند و به حضرت وی فرستند. طفیلی شکمخاره چون این 10 تن را بدید که به جایی می‌روند، پنداشت که آنان را به سوری می‌برند. در میان آنها در آمد و چون آنها را به کشتی بردند، او نیز بدانها پیوست. موکلان در رسیدند و او را با آن 10 تن زنجیر کردند و بند نهادند. طفیلی سخت بترسید و از قوم پرسید که شما کیانید و این بند و زنجیر چرا بر شما نهادند؟ قوم حال خویش بگفتند و از وی پرسیدند که تو در میان ما چگونه افتادی؟ گفت من مردی طفیلی بودم، چون شما را با هم دیدم پنداشتم که به دعوتی می روید، خویشتن در میان شما افکندم و گرفتار شدم. چون کشتی به بغداد رسید، قوم را نزد مأمون بردند، یک یک را بخواند و از آنها خواست که مانی را لعن کنند و از دین او باز آیند. چون نپذیرفتند همه را بکشت. پس روی به طفیلی کرد و نام و نشان از او پرسید. مرد حال و کار خیش باز گفت، مأمون بخندید و از او درگذشت. با این همه رفتاری که مأمون با سایر فرقه ها می کرد، از این بس نرمتر و ملایمتر بود. در حقیقت روزگار مأمون دوره تجدید بحث ها و جدل های دینی در بین اهل کتاب بود. مجالس مناظره‌ای که بیشتر در حضرت او تشکیل می شد، پیروان ادیان خاص موبدان را مجال داد که در اثبات عقاید خیش به گفتگو برخیزند و با علمای اسلام مناظره کنند. در این مناظره ها نبرد تازه‌ای بین موبدان مجوس با متکلمان مسلمان در گرفت، نبردی که در روشنی عقل و دانش بود و زور و شمشیر در آن مداخله‌ای نداشت. به سبب عنایتی که مأمون به پژوهش و جستجو در عقاید و آرا داشت، پیروان مذاهب و ادیان را یک چند آزادی داد تا به بحث و گفتگو پردازند. متکلمان و حکیمان نیز که با معارف یونانی و ایرانی و هندی آشنایی داشتند، با اصحاب حدیث و رأی به بحث و جدل برخاستند و در آنچه به عقاید مربوط است سخنان تازه پدید آمد. در باب انسان که از خود قدرتی و اختیاری دارد یا ندارد و در باب قرآن که مخلوق هست یا نیست بحث و جدل در گرفت. درباره ادیان و مذاهب نیست که کدام با دانش و خرد سازگار است و کدام سازگار نیست مباحثه پدید آمد. پیروان ادیان و صاحبان عقاید با یکدیگر به بحث و مناظره برخاستند. این گونه مناظره ها را مأمون دوست می داشت و در جستجوی حقیقت وسیله ای مؤثر می شمرد. بدین سبب تیغی را که خلفا بر روی صاحب نظران کشیده بودند در غلاف کرد و پیروان ادیان را دستوری داد تا با علما و متکلمان اسلام به بحث و مناظره برخیزند. مأمون معتقد بود که باید غلبه بر خصم به حجت باشد نه به قدرت، زیرا غلبه‌ای که به قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم از میان می رود، اما غلبه‌ای که به حجت حاصل شود هیچ چیز نمی تواند آن را از میان ببرد. به همین سبب بود که مأمون به مناظره و مباحثه عنایتی خاص داشت و با متکلمان و محققان همواره نشست و برخاست می‌کرد. نوشتند که روزهای سه‌شنبه دانشمندان و صاحب نظران از اهل مقالات و ادیان در بارگاه خلافت جمع می‌آمدند. حجره‌ای خاص
برای آنان می آراست، طعام می خوردند و دست می شستند و مجمرها می سوختند. آنگاه به انجمن مباحثه می رفتند. مأمون ایشان را نزد خود جای می داد و مناظره آغاز می شد. در مناظره با نهایت آزادی سخن می گفتند و شامگاهان دیگر بار طعام می خوردند و می پراکندند. در این مجالس پیروان و پیشوایان ادیان مختلف حاضر می آمدند. از جمله کسانی مانند آذرفرنبغ پیشوای زرتشتیان و یزدانبخت پیشوای مانویان حاضر می گشتند. در بعضی از این گونه مجلس ها که در خراسان تشکیل می شد نیز علی ابن موسر رضا شرکت داشت. در کتاب ها پاره ای از مناظراتی را که در این مجالس واقع می گشت ضبط کرده اند. آنچه از اخبار کتاب‌ها برمی‌آید این است که این گونه مجالس بازار بحث و جدل در مسائل مربوط به علم کلام و عقاید را سخت گرم کرد و پیروان ادیان و مذاهب را واداشت که در تأیید مذاهب خیش و رد شبهات منکران کتاب‌ها و رساله‌ها بنویسند. مناظره سنوی در آن هنگامه ای که بین ارباب عقاید و مذاهب در این دوره در گرفته بود، ناچار مزدیسنان و مجوسان نیز فرصت می‌یافتند تا در مباحثات شرکت کنند. شرکت در این مباحثات سبب شد که موبدان در باب اسلام و قرآن نیز به بحث و گفتگو پردازند و در درستی یا نادرستی عقایدی که بیش از یک قرن پیش آیین زرتشت را خاضع و مقهور خیش کرده بود به جدل و نظر بی آغازند. نمونه ای از این گونه مناظرات را که بین زرتشتی ها و علمای مسلمان روی داد در کتاب ها می توان دید. از جمله نوشتند که در حضرت مأمون یکی از ایربدان مهین با رضا مناظره کرد. رضا از وی پرسید حجت تو در باب زرتشت که او را پیغمبر می دانی چیست؟ ایربد گفت زرتشت چیزی آورد که کس پیش از وی نیاورده بود و چیزها بر ما روا ساخت که جز او کس روا نداشته بود. رضا که تو پرانتز توضیح دادم همون امام رضاست، امام هشتم شیعیان، گفت آیا این چیزها را که از او میگویید نه از اخبار پیشینیان به شما رسیده است؟ ایربد گفت همچنین است. رضا گفت امتهای دیگر جهان نیز همین گونند، چه آنها نیز اخباری را که در باب پیغامبران خیش چون موسی و عیسی و محمد دارند از گذشتگان دریافتند. پس سبب چیست که شما زرتشت را از راه اخبار گذشتگان می شناسید و به پیغامبری او خستو شده اید، یعنی اعتراف کرده اید، پذیرفته اید و دعوی دارید که آنچه او آورده است کس مانند آن نیاورده است، اما دعوی پیغامبران دیگر را که نیز اخبار آنها هم از راه گذشتگان رسیده است باور نمی دارید. ایربد در جواب فرو ماند و از جای برفت. نمونه دیگر از این گونه مناظره ها گفتگویی است که بین مأمون با یک تن ثنوی رفت. داستان این مناظره را بدین گونه آوردند که به روزگار مأمون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذهبها را مناظره کردندی تا مردی بیامد متکلم که این مذهب سنوی داشت و بر این مذهب مناظره می کرد. مأمون بفرمود متکلمان و فقهای اسلام را جمع آوردند از جهت مناظره او. آن مرد چون در سخن آمد گفت عالمی بینم پر خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد، هر آینه هر یک را از این ازداد باید که صانع دیگر باشد، چه خرد واجب نکند که یک صانع نیکی کند و همو بدی کند، و مانند این حجت ها گفتن گرفت. از اهل مجلس بانگ برخاست که یا امیرالمومنین، با چنین کس مناظره جز با شمشیر نباید کرد. پس مأمون یک زمان خاموش بود. آنگاه از او پرسید که
مذهب چیست؟ جواب داد که مذهب آن است که صانع دو است، یکی صانع خیر و یکی شر، و هر یکی را فعل و وضع او پیداست، آن که خیر کند شر نکند و آن که شر کند خیر نکند. مأمون گفت هر دو به افعال خود قادرند یا عاجز؟ جواب داد که هر دو به افعال خیش قادرند و صانع هرگز عاجز نباشد. مأمون گفت هیچ عاجزی به دیشان راه یابد؟ گفت نه. و چگونه معبود عاجز بود؟ مأمون گفت الله اکبر، صانع خیر خواهد که همه او باشد و صانع شر نباشد، یا صانع شر خواهد که صانع خیر نباشد، به خواست و مراد ایشان باشد یا نی؟ گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست. مأمون گفت پس عجز هر یکی از این دو ظاهر گشت و عاجزی خدای را نشاید. آن ثنوی متحیر ماند. آنگاه فرمود تا او را کشتند و همگان بر مأمون ثنا گفت. نام این ثنوی در متن خبر نیامده است، لیکن چون رفتاری که مأمون در پایان سخن با او کرده است با معامله‌ای که نسبت به مانویان می‌کرده است شباهت دارد، بعضی از محققان این ثنوی را مانوی دانستند، حتی او را با یزدان بخت مانوی یکی شمردند. در صورتی که مأمون یزدان بخش را نکشت و امان داد و کشته شدن این ثنوی نیز در پایان حکایت معجول و نامناسب به نظر می رسد و احتمال دارد که به کلی آفریده خیال نویسنده و زاده آرزو و تعصب او باشد. اما مباحثه‌ای که بین این ثنوی با مأمون روی می دهد بر پایه عقاید زرتشتی است و در کتابهای پهلوی نظیر دارد. پیداست که در این گونه مناظرات آنچه بیشتر خاطر زرتشتیان ثنوی را نگران می داشته است مسئله خیر و شر است. نگرانی قوم از آن است که افعال شر را به خدا نسبت چگونه توان داد. گزارش گمان شکن در کتاب پهلوی شکند گمانیک و چار، این کتاب را وست به انگلیسی 1885 و لوموناسه به فرانسوی 1945 ترجمه کردند. صادق هدایت نیز ترجمه‌ای به فارسی از بعضی اجزای آن دارد. در پانویس در کتاب پهلوی شکند گمانیک و چار که ظاهراً اندکی بعد از این تاریخ تألیف شده است، سخنانی هست که نشان می‌دهد موبدان در این کار تا چه حد به حیرت و تردد بودند. این اندیشه که زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکی بتوان نسبت داد برای خاطر آنها خود هیچ تصور پذیر نبوده است. آیا خدایی که نیکی ها و زیبایی های جهان را آفریده است، زشتی ها و بدی ها را نیز همو به جهان هدیه کرده است؟ اگر خدای جهان آفریدگار زشتی و بدی است، ناچار خود نیز باید نادان و ناتوان و عاری از نیکی و رحمت باشد و اینها نقص است و خدایی که باید وجود کامل و کمال وجود باشد اینچنین نقصی را چگونه میتواند برتابد؟ در بحثی که بین ثنوی با مأمون روی داده است، این اندیشه که در شکند گمانیک و چار اساس بحثی واقع شده است، بیگمان یکی از مهمترین دشواری هایی بوده است که مزیسنان و ثنویان را در پذیرفتن آیین مسلمانی گرفتار تردید می نمودند. می پرسیدند که اگر خدا را آنچنان که مسلمانان می گویند نظیری و مانندی نیست، او را غالب و قاهر خواندن چه روی دارد؟ از این گذشته خدایی که یگانه و بی ضد و نظیر باشد، نزد مزدیسنان تصورش آسان نبود. می گفتند چنین خدایی اگر خردمند و خرسند است، برای چه بدی و زشتی را مجال ظهور می دهد؟ و اگر خود نیکی را بر بدی رجحان می نهد، سبب چیست که ناپاکان و بدکاران در این جهان برتری دارند؟ اگر رحیم و رحمان است، موجب چیست که نادانی و کوری و سنگدلی را بر مردم می گمارد؟ بر این گونه ایرادها
علمای اسلام مانند ابوالهذیل و نظام پاسخهای درست و دقیق می دادند که در کتابهای کلام آمده است. اما این گونه ایرادها که در کتاب شکند گمانیک و چار بر علمای اسلام وارد آمده است، نموداری از مناظراتی است که از آغاز دوره بحث و مناظره بین مزدی اسنان و مسلمانان رواج داشته است. وسعت مشرب معمون و سهلنگاری و مسامحه‌ای که در رفتار با مزدی اسنان و سایر فرقه ها داشت، اندک اندک به آنها جرأت داد که بر مطالب قرآن نیز اعتراض کنند و آن سخنان را متناقض و متضاد بشمارند. نمونه این گونه اعتراضات را در شکند گمانیک و چار میتوان یافت و این اعتراضات را میتوان نمونه ای از نبردی دانست که ایرانیان در روشنی منطق و خرد با عربان و مسلمانان میکردند. یک جا در این کتاب چنین آمده است: در کتاب آسمانی آنها یعنی قرآن در باب کرفه یا ثواب و گناه این دعوی هست که متناقض مینماید. میگوید کرفه و بزه هر دو از من است، دیو و جادو نتوانند کس را زیان رسانند، هیچ کس دین نپذیرد و نیکی نورزد جز آن که خواست من باشد و هیچ کس به کفر نگراید و به بدی در نیفتد الا که من خواسته باشم. در همون کتاب بسا که زبان به شکایت گشاید و بر آفریدگان نفرین نماید که چرا بدی خواهند و گناه کنند، این از خواست و کردار خود اوست و با این همه مردم را به سبب این گناه ها و بدی ها به شکنجه دوزخ و عقوبت تن و جان بیم می دهد. جای دیگر می گوید که من خود مردم را به گمراهی می کشانم که اگر بخواهم توانم آنکه آنان را به راه راست آورم، اما خواستار آنم که اینان به دوزخ روند. و باز به جای دیگر گوید که مردم خود عامل بزه و کننده گناه باشند. اینها نمونه ایست از آنچه مزدی اسنا در مبارزه با علمای اسلام و جهت اثبات برتری آیین خیش می گفتند. لیکن زبان متکلمان اسلام نیز مانند شمشیر غازیان آنها در رفع و رد این شبه ها و ایراد ها توفیق و پیروزی یافت و تمام این گفتگوها را پایان داد. اما این سخنان نشان می‌دهد که موبدان و ایربدان زرتشتی حتی در بهبوهه قدرت و عظمت اسلام هر وقت مجال سخن می‌یافتند با آن به مبارزه برمی‌خواستند و در رد آن احتجاج می‌کردند و این احتجاجات اگر خود پایه درستی ندارد، اما حکایت از نبردی می‌کند که در روشنی دانش و خرد بین ایرانیان و تازیان در خیر بوده است. اما مناظره علمای زرتشتی فقط به بحث با متکلمان مسلمان منحصر نبوده است. با جهودان و ترسایان و معنویان و حتی با دهریان نیز گفتگوها داشتند. نمونه از این مناظره ها را نیز در کتاب شکند گمانیک و چار میتوان یافت. از اینها برمی آید که مجوس در دوره اسلام نیز از اهتمام در نشر عقاید خیش غافل نبودند و در این کار نیز شوری و علاقه داشتند. گجستک ابالیش از آن جمله مناظره‌ای که بین آذرفرنبغ موبد بزرگ زرتشتی با گجستک ابالیش زندیق که از مانویه یا دهریه بوده است، حکایت از آزادی آنها در نشر عقاید خیش در عهد مأمون می‌کند. رساله کوچکی در این باب به زبان پهلوی باقی است که داستان این مناظره را دارد. در پانویس متن و ترجمه رساله را بارتلمی به فرانسوی در سال 1887 و هومی چاچا به انگلیسی در سال 1936 منتشر کرده است و صادق هدایت هم ترجمه از آن دارد. 1316 شمسی. ادامه متن. در این رساله ابالیش که از آیین زرتشت بازگشته است، در حضرت مأمون با آذرفرنبغ موبد زرتشتی مناظره می کند و 7 ایراد بر سبیل سؤال طرح می کند. اما پاسخهایی که
آذرفرنبغ می‌دهد به قدری جالب و درخشان است که مأمون و مجلسیانش برتری و پیروزی موبد را تصدیق می‌کنند و ابالیش شرم زده و شکسته از حضرت مأمون خارج می‌شوند. از بازماندگان فرقه‌های دینی دوران ساسانی پیروان مزدک منفورتر و وحشتناکتر از سایر فرقه‌ها به شمار می‌آمدند. با این همه آنها نیز از اواخر عهد مأمون مجال خودنمایی یافتند و با مسلمانان به پیکار برخاستند. این قوم با نام خرمی و خرمدینی در دوره مأمون و معتصم قیام کردند و داستان آنها در سرگذشت بابک و مازیار آمده است. این طایفه کمتر از سایر فرقه های مجوس مجال بحث و احتجاج با مسلمانان را داشتند و نبردی که برای پیروزی آیین خیش می کرده اند یک سره در میدانهای جنگ بوده است. با این همه در کتابهایی که در علم کلام و ملل و نهل نوشته شده است مبادی عقاید آنها مذکور است، اما چنین برمی آید که چون مسلمانان آنها را اهل کتاب نمی شمرده اند به آنها مجال بحث و گفتگو نمی دادند. از این رو نمیتوان دانست که در تبلیغ عقاید خیش چه حجتهایی به کار میبردند و در روشنی دانش و خرد چگونه با علمای اسلام نبرد میتوانستند کرد. شعوبیان در گیر و دار این مشاجرات که در زمینه عقاید و آراء دینی بین صاحب نظران در گرفته بود، مسئله دیگری نیز در بین مسلمانان مطرح بود. آیا عربان که ایران و دیگر کشورهای جهان را به اسلام درآورده اند و بر بسیاری از اقوام جهان پیروزی یافته اند بر دیگر اقوام جهان برتری دارند؟ البته عربان خود در این باب شک نداشتند. گذشته روزگار خیش را آکنده از فخر و شرف و آزادی و بزرگواری می دیدند. به دلاوری و جوانمردی و مهمان نوازی و سخنوری خیش بسی می نازیدند. از بابت سعی و مجاهدتی نیز که در کار نشر اسلام کرده بودند، خیشتن را بر دیگر مسلمانان صاحب حقی می شمردند. بدان سبب نیز که پیغامبر از عرب برخاسته بود و قرآن هم به زبان عرب بود، گمان می کردند عرب را بر همه اقوام جهان برتری. و در ایران به روزگار امویان چندان این برتری را که مدعی بودند به رخها کشیدند که مایه رنج و ملال گشت. از این رو اندکندک این اندیشه در خاطر مسلمانان پدید آمد که این دعوی عربان و این رفتار تحقیرآمیزی که نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند با آیین قرآن سازگار نیست. مگر نه در قرآن برادری و برابری همه مسلمانان به صراحت ذکر شده بود؟ قرآن به صراحت می گفت که ای مردم، ما همه شما را از مردی و زنی آفریدیم و شعبه ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بدان بشناسید. و تأکید می کرد که گرامی تر شما در نزد خداوند آن کس است که پرهیزگارتر باشد. و پیغمبر نیز گفته بود عربی را بر عجمی هیچ برتری نیست الا به پرهیزگاری. در این صورت آن دعوی ها و خودستایی ها که عربان می کردند ناروا بود و اساس درست نداشت. از این رو بسی از مسلمانان طاقت آن خاری ها نیاوردند و آن دعوی ها را آشکارها رد و انکار کردند. گفتند عرب را بر دیگر اقوام جهان هیچ مزیت نیست، مردم همه از یک گوهرند و در نژاد و تبار هیچ بر یکدیگر امتیاز ندارند. مزیتی اگر هست بین امتها و قبیله ها نیست، بین افراد است و آن نیز جز از حیث تقوا و پرهیزگاری نتواند بود. نیک و بد و پست و بلند در بین هر قوم و طایفه هست، اما در بین هر قوم و هر طایفه نیک نیک است و بد بد است. آن کس را که خود پست و فرومایه است از انتساب به بزرگان قوم خیش فخر و شرف نمی افزاید و آن کس که نیز خود بلند همت و والا گوهر است
از انتساب به فرومایگان قبیله خیش قدر و شرف نمی کاهد. وقتی اهل عراق همه خود را به کسرا و قباد منصوب می کردند، شاعری از این شعوبیان به طنز می پرسید: پس نبطی ها کجا رفتند؟ کسانی که برتری عرب را رد می کردند اهل تسویه بودند و چون این دعوی ها را به زیان مسلمانی می شمردند. اما اعراب خاص جاهلان و خودستایان آنها که گفتار این اهل تسویه را نمی‌پذیرفتند دچار سرزنش‌های سخت‌تر شدند. کسانی که به نام شعوبی اختصاص یافتند سخنان اهل تسویه را دستاویز کردند و اندک اندک به تحقیر و سرزنش عربان پرداختند. گفتند و حجت آوردند که عرب را نه همان هیچ مزیت بر دیگر اقوام نیست، بلکه خود از هر مزیتی عاری است. هرگز نه دولتی داشته است، نه قدرتی، نه صنعت و هنری به جهان هدیه کرده است، نه دانش و حکمتی، جز غارتگری و مردم کشی هنری نداشته است و از فقر و بدبختی اولاد خود را می کشته است. اما قرآن و آیین اسلام که عرب بدانها می نازد و بر دیگر مسلمانان فخر می فروشد خود هیچ اختصاص به عرب ندارد. آنگاه قرآن و آیین مسلمانی خود از این دعوی های ناروا و تعصب‌آمیز بیزارند و آن را زشت و ناروا شمردند. نام شعوبی که بر این فرقه مخالف عرب و هم بر کسانی که اهل تسویه بودند اطلاق شده است، از آن روز که این دو فرقه معتقد بودند که قبایل عرب را با شعوب غیر عرب هیچ تفاوت نیست و آن دعوی ها که عرب در برتری خیش دارند بیجا و نارواست. مشاجره بین اعراب با این شعوبی ها اندک اندک سخت بالا گرفت، چندان که از هر فرقه سخنوران برخواستند و یکدیگر را هجوها و سرزنش ها کردند و مخالفان عرب خاص مجوس و زنادقه بازار این هنگامه را گرمتر کردند و در هجو و قدح عرب بیش از آنچه حق و سزا بود افراد پیشه گرفتند و کار را به جایی رسانیدند که اندک اندک نه همان قوم عرب بلکه هر چیز دیگر را نیز از زبان و آیین و اعتقاد که منسوب به عرب بود تحقیر کردند و مخالفت با دعویهای عرب را بهانه کردند تا با دعویهای قرآن و اسلام نیز مخالفت کنند و در این ماجرا از حد اعتدال به کلی خارج شدند. این شعوبیها تنها در ایران نبودند، در سایر بلاد مسلمانی هم هر جا که مردم از خودستاییهای عربان به سطوح بودند شعوبی ها نیز پدید می آمدند و با اعراب مشاجره می کردند. اما در ایران از هر دستی مردم در بین این فرقه بودند که همه در قدح و طعنه بر عرب همداستان بودند. با این همه بیشتر این شعوبیان در ایران از آن کسانی بودند که از اعراب خاری و بیداد دیده بودند. می توان گفت کشاورزان و روستاییان خاص در نقاط دورافتاده ایران بیش از دیگران دست خوش جور و بیداد تازیان بودند. مالکان و اقطاعداران از یک سو بر آنان ستم می کردند، باجگیران و کارگزاران از سوی دیگر مال و خواسته آنها را به غارت می بردند. از این جهت بود که آنها بیش از سایر طبقات با عقاید و افکار شعوبی آشنا شدند. نوشتند که در میان شعوبیان آنها که بیشتر بدخواه عربانند و بیشتر به آنان کینه می‌ورزند اوباش نبطی و برزگران و روستاییان ایرانی می‌باشند، لیکن بزرگان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارجمندند دین را شناختند و شرف را عبارت از نسب خود می‌دانند. این گفته ابن قتیبه با آنکه از رنگ غرض خالی نیست جالب و مهم است. در موقعی که قوم مهاجم بر کشوری استیلا می جوید، اشراف و بزرگان آن کشور همیشه زودتر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی می یابند. جاه و حشمت پربهایی که دارند،
غالبا آنان را وامی دارد که برای حفظ آبرو و اعتبار خیش با دشمنان فاتح و قاهر خیش بیامیزند و تأثیر و نفوذ آنها را بپذیرند. از این رو در پس هر فاجعه‌ای که برای یک مملکت روی داده است، طبقه اشراف زودتر از سایر مردم رسوم و آداب قومی و ملی خیش را از دست دادند و حتی راه و رسم بیگانه را به منزله یک جاه و اعتبار تازه پذیرفتند. در ایران نیز دهقانان و بزرگزادگان اندک اندک توانستند جای خود را در حکومت عربی باز یابند. از این رو جز در مواردی که کسب جاه و نام را در نظر داشتند، در نهضت‌های ضد عرب کمتر شرکت می‌جستند. اما روستاییان و کشاورزان که دستخوش ظلم و تحقیر فاتحان بودند و نمی توانستند با آنها همراه و همداستان باشند، همواره برای مقاومت در برابر زورگویان و ستیز جویان عرب بهانه می جستند. بدین سبب بود که مبادی و اقوال شعوبیان نزد روستاییان و کشاورزان ستم دیده نفوذ و رواج بسیار یافت. داستان شعوبیان در تاریخ جالب و خواندنی است. عقیده آنها در کوچک شماری اعراب از حس نفرت و انتقام سرچشمه می گرفت. آنها نه همان عرب را بر عجم برتری نمی نهادند، بلکه آنان را از همه اقوام جهان پست‌تر و فرومایه‌تر می دانستند. این ندا در دوران حکومت اموی که اعراب قدرت و سیادت تمام داشتند ضعیف و نارسا بود، لیکن در دوره عباسیان اندک اندک شدت و نیرو گرفت. در زمان هشام ابن عبدالملک وقتی اسماعیل ابن یسار به نژاد ایرانی خیش افتخار کرد، به سختی مجازات دید. گویند وی در حضور این خلیفه اموی شعری خواند و در طی آن عظمت نژاد و تبار ایرانیان را ستود و گفت: چیست که مانند خسرو و شاپور و هرمزان در خور فخر و تعظیم باشد. وقتی هشام اشعار وی بشنید برآشفت و پرخاش آغاز کرد که بر من فخر می فروشی و در برابر من خیشتن و قوم خیش را می ستایی، پس بفرمود تا او را بزدند و در برکه‌ای افکندند. در دوره اموی آرا و سخنان شعوبیان با چنین شدتی ترد می شد، اما در روزگار عباسیان کسانی مانند بشار ابن بعد آشکارا عرب را می نکوهیدند و ایرانیان را می ستودند. بعضی از آنها حتی آشکارا خلفا را که بنی هاشم بودند طرد می کردند و می گفتند: بیایید و پیش از آن که پشیمان شوید خیشتن را خلع کنید، پس به سرزمین خیش در حجاز بازگردید و به خوردن سوسمار و چرانیدن گوسپند بپردازید. با آنکه آثار شعوبیه را تعصب دوستداران عرب یکسره عرضه نابودی و تباهی کرده است، ولیکن از آنچه در متاوی کتب مخالفان آنها نقل شده است به خوبی میتوان حقیقت دعاوی و مایه سخنان شعوبیان را دریافت. نفرت از عرب اندک اندک، چنان که جاهز گفت، به نفرت از هر آنچه به عرب تعلق داشت منتهی گشت و شعوبیان رفته رفته سخن اهل تسلیه را بهانه‌ای جهت ترویج و اشاعه سنویت و زندقه کردند. در دوره مأمون و معتصم توسعه نفوذ و قدرت ایرانی‌ها و ترکان، عربان را یکسره ضعیف و زبون کرده بود. داستان برتری نژادی عرب دیگر افسانه‌ای بیش نبود. خلفا خود از جانب مادر عرب بودند. وزرا بیشتر از میان ایرانیان انتخاب می شدند. سرداران و سپهسالاران خلیفه بیشتر ترک و ایرانی بودند. از این رو نشر سخنان شعوبیه دیگر با مانع برخورد نمی کرد و بدین گونه در گیر و دار مشاجرات و مجادلات مذهبی و کلامی که در آن روزگاران بین فرقه های مسلمانان و دیگر مذاهب در گرفته بود، سخنان شعوبیان نیز چون مذهب و آیین تازه‌ای روی نمود و مخالفان و هواخواهان یافت. در هر حال از روزگار مأمون اندک اندک شعوبیان در درگاه خلافت قدری و شأنی یافتند، چنان که در بیت الحکمه مأمون برخی از آنها مقام و منصبی داشتند.